26 فروردین ماه 1401 خورشیدی و 15 آوریل 2022 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به برنامه هسته‌ای پنهان جمهوری اسلامی و طبق روال هر هفته پرده آخرم آخر برنامه. مذاکرات هسته‌ای با غرب برای احیای برجام متوقف شده. هیچ اراده جدی هم ظاهراً برای از سرگیری مذاکرات نیست، چون آنچه که مشاهده می‌کنیم این است که غرب همچنان و به شدت درگیر تجاوز نظامی روسیه به اوکراینه که تبعات اقتصادی گسترده‌ای در کشورهای مختلف گذاشته و همچنان ادامه داره و داره ژرف‌تر میشه و چشم‌انداز یک بحران اقتصادی رو نشون میده. از طرف دیگه جمهوری اسلامی که طرف اصلی مذاکره هسته‌ای است، نه فقط هیچ تلاشی برای از سرگیری مذاکرات نمیکنه که به نظر میاد بسیار خرسند است از این اوضاع. حالا خواهم گفت چرا. هفتم آذر 1400 سردار شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به بیان مواضع نیروهای مسلح کشور در موضوعات مختلف پرداخت و تأکید کرد نابودی اسرائیل بزرگترین هدفی است که دنبال می‌کنیم. سخنگوی نیروهای مسلح گفت همه کسانی هم که حتی اسم مسلمان رویشان است، مثل عربستان سعودی، مثل رژیم بحرین، امارات متحده عربی و هر رژیمی که به این رژیم جعلی کمک کند، از نظر ما بخشی از این رژیم است و این خیلی مهم است. خب یه حکومتی میاد برای همه کشورهای منطقه، برای اکثر کشورهای منطقه قلدری میکنه و یه تعداد از این کشورها رو به صراحت تهدید میکنه، میگه بزرگترین هدف ما نابود کردن شماست. اسمم میاره که جلو هر شک و شبهه‌ای رو بگیره. اسرائیل، عربستان، بحرین، امارات، فعلا اینان. اگه موفق بشه در تهاجم به یکی از این کشور، اون وقت اسمای بعدی رو هم میگن. سوال: چرا این کشورهایی که به صراحت تهدید به نابودی میشن از طرف جمهوری اسلامی جلوی جمهوری اسلامی با نمیستن؟ خیلی ها میپرسن اینو دیگه، ولی طرف دیگه قضیه رو نمیبینن، چون جنگی راه میفته که جمهوری اسلامی دنبالشه. منطقه دریای خون میشه انقدر که امام زمان ظهور کنه و انقدر بکشه که خون تا زیر شکم اسبش بالا بیاد. این خیالات که در واقعیت داره این همه جنایت جمهوری اسلامی رو توجیه میکنه، ایدئولوژی و استراتژی جمهوری اسلامی است. تسنیم، یکی از رسانه‌های مهم سپاه، بارها درباره انتقام خون حسین توسط امام زمان نوشته و در رسانه‌های دیگر جمهوری اسلامی همین مطالب عیناً بازنشر میشه، از جمله همین که دارین میبینین. سخنرانی‌های متعددی هم ایدئولوگ‌های جمهوری اسلامی در این باره کردند که همه این انتقام خون حسین رو به انتقام از اسرائیل در دنیای امروز تعبیر می‌کنن. یک روایت داریم به وضوح می‌فرماد دوبار فساد بنی اسرائیل به قتل علی و قتل الحسین. یعنی بنی اسرائیل و یهودیان در ماجرای شهادت حضرت امیرالمومنین و ابوعبدالله چی بوده؟ نقش داشتن. حالا باید بگردی پیدا کنی، محل بحثم نیست، وگرنه من رفتم میشتم پیدا کردم و واقعا هم از کلام معصوم داریم که نقش داشتن. و اون کسایی هم که انتقام میاد میگیره، آقا صاحب الزمان با یاری چه کسایی؟ یه سری از افراد که امام صادق سه مرتبه میفرماد والله والله والله، امام صادق سه مرتبه میفرماد والله، هم اهل قم، اینا ایرانیان. اونا هم میدونن این مطلب، اونا هم میدونن اون چیزی که تموم میکنه، جمع میکنه فتنه اینا رو، اون چیزی نیست جز آقا صاحب الزمان و شیعیان ایرانی که پارکابش وای میستن. و امروز هم شما میبینید علم ظهور فقط دست ما هست، هر جای دنیا این چیزی دودی داره از آتیش ما هست، چه شیعش چه سنیش، علیه این یزیدیان زمان ما این که فقط علم رو نگه داشتیم. الان غزه یا سنی شافعی هن، صدای هیچ کدوم از این کشورهای عربی در نمیاد، چه بسا به اسرائیل کمک میکنن. بنابراین
امام زمان ارواحنا فدا هم در عصر ظهور همین شعار را عملی می فرمایند و این طور نیست که بفرمایند هر ظلمی به اسلام شد بر گذشته ها صلوات. ما هم با اعلام براءت از کفار و ظالمان جهان شعار مرگ بر اسرائیل را روی موشک که هیچ روی پوشک نوزادان خود هم خواهیم نوشت. این شعار مرگ بر اسرائیل که جمهوری اسلامی روی موشکاش می نویسه و نمایش میده، بیان یک لجاجت سیاسی نیست، بیان یک ایدئولوژی و یک استراتژی است. به همین دلیله که هم کشور اسرائیل و هم مردم اسرائیل و هم یهودیان اسرائیل جهان و هم دولت‌ها و مردم کشورهای در معرض تهدید همیشه از مواضع جمهوری اسلامی نگرانند، چون با منطق و اندیشه انسان وارد شده به عصر مدنیت هیچ همخوانی نداره و هر حرکت بحرانزا و جنگ طلبانه‌ای رو میشه از این حکومت انتظار داشت. از زمان مذاکرات احیای برجام در یک سال گذشته تو همین دولت رئیسی مدام چقدر شنیدین از دولت آمریکا، از کشورهای اروپایی به ویژه، ضرورت رسیدن به توافق نهایی در طی چند هفته، باید چند هفته ای انجام بشه. بارها شنیدیم، اول گفتن ماه، بعد گفتن چند هفته دیگه باید انجام بشه، اما الان بیش از یک سال گذشته، مذاکرات متوقف شده. جمهوری اسلامی هم که در این یک سال نتونست سلاح اتمی با امکانات استفاده از این سلاح رو تولید بکنه. خب چرا؟ غربی ها علکی میگفتن، علکی هشدار میدادن که چند هفته ای باید بس توافق کرد، وگرنه نمیشه پیشبینی های وحشتناک رو در باره آینده این وضعیت پیشرفت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی واقعا ندیده گرفت. خب آیا جمهوری اسلامی کم توانتر از آن است که غربی ها میگفتن، اغراق میکردن که بکشنش پای میز مذاکره؟ نه، حقیقت این است که اگر خرابکاری هایی که بیشترش گفته می شود کار اسرائیل است، هیچ وقت اسرائیل مستقیم به عهده نگرفته، اگه این خرابکاری ها به ویژه در یک سال گذشته در سایت های هسته‌ای مهم جمهوری اسلامی نبود، جمهوری اسلامی می توانست طبق برنامه‌اش به سمت تولید سلاح هسته‌ای و امکان سازی استفاده از این سلاح پیش بره. در تابستان 1399 از کار انداختن مرکز سانتریفیوژ های پیشرفته در نتنز، کل برنامه جمهوری اسلامی رو برای نصب چند هزار سانتریفیوژ از بین برد. دو سال پیش جمهوری اسلامی سعی کرده به جای آنچه ویران شده در نتنز یک مرکز مشابه با زدن تونل در شمال سایت نتنز بسازه که هنوز البته موفق نشده به مرحله بهره برداری برسونتش بر اساس گزارش هایی که هست. حمله دیگر خرداد 1400، ظرفیت ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته در سایت تبا که به تسا معروفه و در کرج واسه کارگاه اصلی سانتریفیوژ نزدیکی کرج از بین رفت. یکیش که اصلا به کلی نابود شد، دومیش هم قابل ترمیم نیست و سومی هم خرابی‌های زیادی دید. این و اذعان مقامات جمهوری اسلامی هم بود به این خرابی هایی که در سایت تسا به اصطلاح انجام شد. خب علارغم این خرابکاری ها، گزارش ها نشان میدهد که جمهوری اسلامی به ساخت و آزمایش سانتریفیوژ های پیشرفته در کارگاه های کوچکتر یا زیرزمینی ادامه داده تو این مدت. همزمان هم مثلا در آماده سازی برای دور هفتم و بعد هشتم مذاکرات هسته‌ای با کشورهای اروپایی در تماس بوده و دنبال صلح بوده و این چیزی. بیش از یک سال بروبیا و همین هفته امضا میشه و همه چی آماده است و همین فردا امضا میشه اگر اون یکی از پایتختش برگرده و اینا. حمله نظامی روسیه به اوکراین در اسفند 1400 بهانه خوبی شد ظاهرا برای جمهوری اسلامی که برجام اصلا معطل بذاره، معلق. فقط 4 روز بعد از حمله روسیه به اوکراین خبرگزاری سپاه نوشت، ببینین واقعا آیا آمریکا زیر میز مذاکرات خواهد زد؟ حالا آمریکا فشار میاره بیا مذاکره کنیم. یعنی چی؟ این تیتر یعنی چی توی 4 روز بعد از حمله روسیه به اوکراین؟ یعنی اولین زمزمه علنی شکست مذاکرات احیای برجام.
بعد از اینکه هفته های گفتن همین امروز دیگه امضا میشه فلان میشه، این حمله کردن، اینا گفت آمریکا حالا میزنه زیر موضوع. حق بازی آخوندی یعنی هیچ کس در کاخ هیچ رنگی نمیتونه با این حق بازی آخوندی واقعا بشینه شطرنج بازی کنه. وقتی آمریکا روسیه رو به دلیل تجاوز نظامی به اوکراین تحریم کرد و روسیه گفت اگر تحریم‌های آمریکا ما رو از بهره مند شدن از برجام منع بکنه، پس ما توافق احیای برجام رو امضا نمی‌کنیم، چون باید همشون امضا کنن دیگه، 5 تا کشور به اضافه یک، و حمایت جمهوری اسلامی از این موضع روسیه که در برنامه‌های قبلی خدمتتون عرض کردم بر همگان واضح و مبرهن کرد که این نقشه زدن زیر میز مذاکرات از اول جزو نقشه های ایران و روسیه بوده و تازه حال وقتش رسید. بعدم جمهوری اسلامی زیر فشار آژانس بین المللی انرژی اتمی و کشورهای اروپایی 5 تا شرط میذاره برای پیشرفت مذاکرات که همش به آمریکا مربوط میشه. اینایی که دارم میگم همش مال بعد از زمانی که همین امروز امضا میشه، فردا امضا میشه. 5 تا شرط میذاره. 22 فروردین 1400 اینا رو مطرح نمی کنه در جلسات تا بعد از، یعنی علنی نمی کنه تا بعد از حمله روسیه به اوکراین. خب ببینین 22 فروردین 1400 خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی چه می گوید؟ واقعا نمیدونیم که آیا به توافق میرسیم یا نمیرسیم، به خاطر اینکه ایالات متحده هنوز اون اراده لازم رو برای رسیدن به توافق نشون نداده. 5 شرطی که جمهوری اسلامی گذاشته عرض کردم، اینا رو علنی اینا نمیکردن، بعد از حمله اومدن گفتن ما 5 تا شرط گذاشتیم. رفع تحریم های هسته‌ای، به قول خودشون راستی آزمایی رفع تحریم‌ها و تضمین برای اینکه تحریم‌ها بر نگرده یا تحریم‌های دیگه گذاشته نشه، و رفع تحریم از سپاه پاسداران. آنچه که در محافل سیاسی در داخل ایران به ویژه صحبت میشه، اصل ماجرا به ویژه الان، یعنی بهانه اصلی که بهش آویزون شدن، برداشته شدن تحریم آمریکا از سپاه پاسداران که تو امریکا کمیته از نمایندگان کنگره از بایدن خواستند که چون این کاری رو نکنه، و از نیروهای مسلح هم همینطور از بایدن خواستند که این کار رو نکنه و یه وقت نره پای برداشتن تحریم از سپاه پاسداران. آمریکا تا حالا اینو نپذیرفته به طور کلی و از شواهد بر نمیاد که سر خارج کردن سپاه از تحریم به توافق برسه با جمهوری اسلامی. چرا نمیپذیره آمریکا؟ چون مجری تمام سیاست‌هایی که با نظام بین الملل درگیر میشه و بقیه تحریم‌های آمریکا هم شامل میشه، همین سپاه پاسدارانه. پولشویی بین المللی، برنامه تسلیحات هسته‌ای، برنامه‌های موشکی، جنگ‌های نیابتی، کمک‌های مالی و تسلیحاتی به گروه‌های جهادی و تروریسم بین الملل، از حزب الله لبنان گرفته تا حماس و انصارالله یمن و جیش الفلان عراق و بقیه و بقیه، و قاچاق نفت و دور زدن تحریم‌ها، یعنی علیه قانون بین الملل. حتی عرض میکنم که قانون بین الملل یعنی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل. به همین دلیله که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید کل توافق معطل تصمیم سیاسی واشنگتن است و هفته هاست که معطل همین هستیم و موضوع هم افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی و انتفاع اقتصادی ایران است. ببینین همون موقع سایت زیتون نوشت با توجه به نقش سپاه به عنوان یک قدرت بلا منازع در اقتصاد ایران، هر گونه تحریم علیه این نهاد انتظارات جمهوری اسلامی را از توافق هسته‌ای برآورده نمی کند. گسترش نفوذ منطقی و فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی از زمان ریاست جمهوری باراک اوباما یکی از چالش‌های میان حکومت ایران و غرب بوده است. کشمکش‌هایی که توافق ژنو سال 92، توافق هسته‌ای پیشابرجام در واقع 2 سال قبل از برجام، نه تنها باعث تعدیل این سیاست‌ها نشد، بلکه سپاه را در تشدید و توسعه آن بی‌پرواتر کرد. یکی از دلایل عمده خروج دونالد ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌های سخت علیه ایران، اقدامات جاه طلبانه رهبر جمهوری اسلامی و تندروهای حکومتی در منطقه و برنامه موشکی بوده است.
حالا جو بایدن تلاش میکند که از همان راهی که اوباما رفته بود، یعنی احیای توافق هسته‌ای، جمهوری اسلامی را مهار کند. رابرت مالی، نماینده وقت ویژه آمریکا در امور ایران، پیش از این گفته بود که با رسیدن به توافق، واشنگتن به دنبال توافق برای رسیدگی به مسائل منطقه‌ای و برنامه موشکی خواهد بود. توافق جامع‌تر، اما توافق با غرب از نگاه آیت الله خامنه‌ای و تندروها به معنای عقب نشینی از مواضع منطقه‌ای و برقراری روابط با غرب نیست، بلکه راهی برای کمتر کردن فشار تحریم است. پیامدهای اقتصادی تحریم‌های اخیر از سال 97 به این ور، کاهش شدید ذخایر، این رویداد 24 نوشته سایتی در ایران، کاهش شدید ذخایر ارزی ایران بوده که ظاهرا سال گذشته به کمتر از 10 میلیارد دلار رسیده. این رقم را مقایسه کنید با ذخایر ارزی 104 میلیارد دلاری ایران قبل از خروج آمریکا از برجام، یعنی بیش از یک دهم کم شده. ظاهرا ذخایر طلای ایران هم کاهش چشمگیری داشته و به همین دلیل اویل پرایس به نقل از یک منبع آگاه مدعی شده این کاهش ذخایر ارزی به این معناست که نیروهای نظامی ایران برای تأمین مالی در منطقه از جمله در یمن، سوریه، عراق و لبنان با مشکل روبرو شدند. برای همین جمهوری اسلامی میره سراغ همون استراتژی گروگانگیری، یواش یواش باج میگیره، گروگانها رو آزاد میکنه. بیش از 500 میلیارد دلار از انگلیس میگیره به اسم قراردادهای اجرا نشده قبل از انقلاب 57 بین انگلیس و ایران. نازنین زاغری و انوشه آشوری رو که چند سال تو زندان نگه داشته بود برای همچین روزی آزاد میکنه. بیش از 500 میلیارد دلار، 540 میلیون دلار. حتی نفتکش کره جنوبی رو گروگان میگیره تا بتونه 16 میلیون دلار ازش باج بگیره برای تجدید عضویتش در سازمان ملل که عضویتش معلق شده بود، چون پول نداده بود که موقعی که سر رسیده تجدید عضویتش بود پولش رو پرداخت نکرده بود جمهوری اسلام. نفتکش رو گرفت، 16 میلیون دلار ازش گرفت، یعنی در واقع کره جنوبی گفت ما 16 میلیون دلار میدیم به سازمان ملل تو عضویت تمدید بشه، نفتکش ما رو ول کن. ولی این شیوه رو که نمیشه همیشه ادامه داد، یعنی نمیشه دائما در یک مقطع زمانی ادامه داد. میشه تیک تیک، همینطوری که جمهوری اسلامی از اول حکومتش داره این کار کرده، مقطعی دست به یه همچین دوزی هایی زد و یه همچین باج خواهی و گردن کشی هایی کرد، ولی نمیشه که دیگه بگیم از سال فلان تا سال فلان مدام ما گروگان بگیریم و پول بگیریم، باج بگیریم. نمیشه، نمیدن آخرش. وسط کار لنگی، باید راه درست رو بری. و حقیقت این است که پشت درهای بستشون مسئولان جمهوری اسلامی اینقدر پوزا رو نگاه نکنین، اینقدر تنش و نگرانی دارن که وقتی سخنگوشون رو با زور هل میدن از تو اتاق بیرون تا با خبرنگارا حرف بزنه و اوضاع رو آروم کنه، قضیه اصلا برعکس میشه، چون سخنگو هم هر روز یه حرف میزنه که دیگه تابلو شد. اظهارات ضد و نقیض خطیب‌زاده درباره اموال مسدود شده ایران، بدترش اینه که همون روزی که خطیب‌زاده تو همین کنفرانس خبری میگه برای آزادسازی مطالبات مسدود شده توافق صورت گرفته و همین فردا یک مقام کره جنوبی میاد ایران و ما 7 میلیارد دلار از کره جنوبی میگیریم، صدا و سیما هم خیلی شلوغ کسانی 7 میلیارد دلار، معاون وزیر خارجه کره جنوبی یه توییت زد. حرفای ببینید دیگه توییتشو، حرفای این آقای سخنگو رو گذاشت اون زیر، بعد بالا هم نوشت محض اطلاع هیچ کس قرار نیست از سئول بره ایران، از کره جنوبی بره ایران فردا، هیچ خبری نیست، محض اطلاع، اینا همش دروغ. جمهوری اسلامی از اوائل سال 1400 که زیر فشار غرب دور جدید مذاکرات برای احیای برجام شروع کرد، سعی کرده تا اونجا که میتونه پول بگیره، ولی عرض کردم با این شیوه باجخواهی نمیتونه بیوقفه ادامه داشته باشه. میاد از زبان علی شمخانی، نماینده خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملیشون، که حالا ماجرای مذاکرات رو گذاشتن گردن اون که فردا اگر قضیه خیلی
چاچبی شد یقه خامنه‌ای رو نرم بگیرن، مثلا برن یقه شورای عالی امنیت ملی رو بگیرن. علی شمخانی دبیر این شورا میگه اصلا اگر تحریم‌های فشار حداکثری لغو نشه مذاکرات هسته‌ای پیش نمیره. تحریم‌هایی که ربطی به برنامه هسته‌ای ندارد در دوره ترامپ علیه جمهوری اسلامی وضع شد که به اسم فشار حداکثری معروف. این تحریم‌ها رو به ویژه جمهوری اسلامی میخواد لغو بکنه. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نظر این شورا یعنی نظر خامنه‌ای رو در واقع در این باره اعلام کرد. دستور کار مذاکره کنندگان به دقت مشخص شده. عدم لغو فشار حداکثری مبنای توافق خوب نیست. یعنی اگه این توافق‌ها لغو، تحریم‌ها لغو نشه، توافقی در کار نیست. فشار حداکثری اقتصادی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی عبارت است از قطع دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی خود برای تأمین هزینه‌های تروریسم و به ویژه برنامه موشکی، و هدفش هم که اعلام شد، اعلام کرد کاخ سفید، هدف این تحریم ها تغییر سیاست منطقه‌ای ایران و عادی شدن رفتار حکومت ایران است. دولت بایدن که آمد سر کار اعلام کرد آماده برگشتن به توافق برجام، یعنی تحریم های مربوط به برنامه هسته‌ای رو طبق برجام دوباره لغو میکنه، مربوط به برنامه هسته‌ای رو، اما در پیوند با برنامه موشکی و سیاست های منطقه ایران هم باید با جمهوری اسلامی مذاکره کنه. این حرف صریح دولت بایدن بود از تا امروز. یعنی چی؟ یعنی همون نقطه‌ای که دولت ترامپ بهش رسیده بود بایدن داره از همون نقطه در واقع شروع میکنه، هرچند که پیشا پیش از در واقع توافق برجام شروع کرد، از دوره از توافقی در دوره اوباما امضا شده بود، ولی نه زمان نه فعالیت ها در دوره اوباما در سال 94 نمونده. الان سال 1401 و دارم میگم و الان مشخصتر خواهم گفت که جمهوری اسلامی در این مدت چه کرده و دیگه نمیشه برگشت به اون توافق به صورت قبلی. دولت ترامپ از برجام خارج شد چون معتقد بود جمهوری اسلامی برجامو نقض کرده. طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که معروف است به قطعنامه برجامی، جمهوری اسلامی نمیبایست فعالیت موشک بالیستیک انجام بده، در حالی که از سال امضای توافق برجام در سال 94 تا خروج آمریکا از برجام در سال 97 جمهوری اسلامی تولید موشک‌های بالستیک پیشرفته با برد بالای 2000 کیلومتر رو هم ادامه داد و همچنان داره ادامه میده. و خب اینا همه پروژه های سپاه زیر نظر آقای امام خامنه‌ای. سپاه سال 1398 در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. قبل از آمریکا عربستان و بحرین سپاه رو تحریم کرده بودن و بعد از آمریکا هم کانادا سپاه رو تحریم کرد. یعنی فقط آمریکا نیست که تحریم کرده. تحریم سپاه یعنی طبق بیانیه کاخ سفید در فروردین 1398 مبارزه با تروریسم بین المللی و افزایش فشارهای مالی بر ایران و انزوای بیشتر جمهوری اسلامی. در جریان مذاکرات احیای توافق هسته‌ای در همین دوره دولت رئیسی در همین سال 1400 در آذر 1400 رابرت مالی نماینده وقت ویژه آمریکا در امور ایران گفت که اگر ایران بخواد از مذاکرات به عنوان پوشش، این حرفای من دارم خدمتتون عرض میکنم، گفت اگه بخواد ایران به عنوان پوشش برای سرعت دادن به برنامه هسته‌ایش استفاده کنه، آمریکا و متحدانش فشار بر تهران را افزایش میدن. اگر ایران فکر میکند که میتواند از این زمان مذاکرات برای ایجاد اهرم‌های نفوذ بیشتر استفاده کند، بعد برگردد و بگوید چیز بهتری میخواهد، ما و شرکای ما فریب نمیخوریم. و گوه آجون توسعه برنامه هسته‌ای ماهیت برجام رو به خطر میندازه، هستن اصل قضیه موضوعیتش از بین میره. همون روز از سرگیری مذاکرات در 8 آذر یلدا امیری در زیتون نوشت بر اساس اخباری که زیتون از دو مقام سازمان انرژی هسته‌ای جمهوری اسلامی به دست آورده، هشدارهای رابرت مالی نه تنها بی اساس نیست، بلکه اهداف هسته‌ای که نظام به دستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی در مذاکرات پیش رو دنبال می‌کند بسیار فراتر از این است. زیتون مطلع شده که آیت الله خامنه‌ای چند هفته پیش از اعلام زمان مذاکرات، یعنی حدود اسفند 99 یا فروردین 400،
دیپلمات‌ها و مقامات کنونی و پیشین سازمان انرژی هسته‌ای ایران را به جلسه فرا خوانده و با اعلام اینکه نظام تصمیم ندارد پیشرفت‌های هسته‌ای خود را به عقب برگرداند، از افراد حاضر در جلسه پرسیده که آیا احتمال موفقیت در مذاکرات هست یا نه. یکی از مقاماتی که این خبر را به زیتون داد نقل کرده که در این جلسه علی اکبر صالحی، رئیس پیشین سازمان انرژی هسته‌ای و امین خامنه‌ای در فناوری هسته‌ای جمهوری اسلامی، علی اکبر صالحی به خامنه‌ای در آن جلسه گفته که پیشرفت‌های هسته‌ای ایران برگشت پذیر نیست و غرب از این موضوع آگاه است. صالحی افسوده اگر غرب با پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران کنار نیاید، مذاکرات زمان بیشتری برای توسعه هسته‌ای در اختیار ما قرار می‌دهد. و با این سخنان تصمیم به آغاز مذاکرات گرفته می‌شود. یعنی وضعیت فعلی همون چیزی که جمهوری اسلامی می‌خواد دقیقاً، همون فاجعه‌ای که جمهوری اسلامی دنبالش و پیشاپیش هم راه مذاکره با آمریکا رو می‌بنده اصلا که ممکنه به سمت احیای برجام بره، هم خامنه‌ای می‌بنده و هم مأموراش در مذاکرات. 21 فروردین 1401 امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید مذاکره دو جانبه با آمریکا نمی‌کنیم چون مورد اعتماد نیست. طبعا جمهوری اسلامی ایران روی خطوط قرمز خودش ایستاده و خواهد ایستاد. آمریکایی ها به طور مستمر از ضرورت مذاکره مستقیم با ایران صحبت می کنند. ما با بررسی هایی که کردیم و با نگاهی که آمریکایی‌ها دارن نفعی در مذاکره مستقیم با آمریکا ندیدیم. مذاکره دو جانبه با آمریکا نمی کنیم چون نفعی ما نمی‌بینیم توی این مذاکره. خب بکنین، شاید منتفع شدین، شاید اعتماد سازی کردین. چرا دوره اوباما شد؟ چرا دوره اوباما شد؟ این هم گیرتون اومد. ایران میگه نمیام مذاکرات دو جانبه چون میدونه احیای برجام یعنی بسته شدن لااقل موقت دست و بالش در پیش رفتن به سمت تولید سلاح اتمی، مخصوصا در شرایط فعلی حساس. میخواد این بازی رو ادامه بده تا لحظه موعود که یک زمانی برسد در کوتاه مدت که بگه اسلحه هسته‌ای حق مسلم ماست. بی حساب نبود که فریدون عباسی، همکار نزدیک محسن فخری زاده، مثلا معروف است به پدر بمب اتمی ایران که هنوز فعال نشده، آقای فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی هم هست بود، یعنی در 24 بهمن 1400 ایشون فرمودند که ایران هیچ قدمی در مذاکرات نباید بردارد، ما قدرت جهانی هستیم و نباید آمریکا رو تحویل بگیریم. بیدلیل نبود، این یکم مشاوران نزدیک خامنه ای یا در برنامه‌های اصلی جمهوری اسلامی، بیدلیل نبود که خود خامنه ای سه‌شنبه پیش، همین سه روز پیش در جمع مسئولان جمهوری اسلامی گفت همین مسیری رو که تا حالا آمدین ادامه بدین، کاری به مذاکرات و نتیجه‌اش اصلا نداشته باشین. شما در برنامه‌ریزی‌های کاری خودتون مطلقا معطل مذاکرات هسته‌ای نشین، مطلقا. ممکنه مذاکرات به جاهایی برسه، جاهای مثبتی، جاهای نیمه مثبتی، منفی، هر چه بشه شما کار خودتون رو بکنید، متوقف نکنید کارتون رو. این کدوم مسیر این کارایی که باید بکنن چه کارایی؟ همون مسیری است که از اواخر جنگ ایران و عراق شروع شد و تا امروز ادامه داره، اما هنوز جمهوری اسلامی نتونسته البته به مقصد برسه، هرچند که گزارش‌ها نشان می‌دهد که راه زیادی واقعاً تا مقصد نهایی نداره و اگه اوضاع همین طوری که در چند ماه گذشته دیدیم پیش بره،
میرسه. یه مرور سریع بکنیم. طبق برجام جمهوری اسلامی اجازه غنی‌سازی اورانیوم بیش از 3.67% نداشته. به محض خارج شدن آمریکا از برجام و بدون توجه به 4 کشور بقیه عضو برجام، انگار فقط ایران و آمریکا بودن، بدون توجه به بقیه اعضا، غنی‌سازی 20% رو شروع میکنه. خامنه ای در اردیبهشت 98 گفت در بحث غنی‌سازی 20% اورانیوم وقتی کار را به جوانان محول کردیم، در میان ناباوری بسیاری کار به این مهمی را به سرانجام رساندند. ضمن اینکه مشکل ترین بخش غنی‌سازی رسیدن به 20% است و مراحل بعدی آسان تر از این مرحله است. درست بهش گزارش دادن. خبرگزاری از شیتت پرس پیش از این اعلام کرده بود که ذخایر 20% اورانیوم ایران که تا زمان توافق ژنو در سال 92 حدود 200 کیلوگرم تخمین زده میشد، تنها یک مرحله تا تبدیل به مواد لازم برای ساخت حداقل یک بمب اتمی فاصله داشت. جمهوری اسلامی به سرعت در چند مرحله برگشت به قبل از برجام و از 15 دی ماه 1398 بیانیه گام پنجم و نهایی کاهش تعهدات ایران رو دولت روحانی اعلام کرد. مطابق این بیانیه، جمهوری اسلامی ایران دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی مواجه نیست. در گام پنجم کاهش تعهدات، جمهوری اسلامی آخرین مورد کلیدی از محدودیت‌های عملیاتی ایران در برجام، یعنی محدودیت در تعداد سانتریفیوژها را کنار می‌گذارد. برخی از مفسران سیاسی این اقدام را به منزله پایان برجام تلقی کردند و در گزارش سه‌ماهه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اسفند 98 تمام آمد بعد از این ماجرا که همکاری جمهوری اسلامی با آژانس در واقع تمام شده، چون اجازه دسترسی بازرسان آژانس به دو مرکز مخفی هسته‌ای رو نمیده جمهوری اسلامی و همینطور به سه سایت اعلام نشده که احتمال ذخیره کردن اورانیوم و در واقع فعالیت‌های هسته‌ای تسلیحاتی است. در 11 اسفند 99 با کشف مواد رادیواکتیو در دو مکان در ایران و توضیح ندادن جمهوری اسلامی در این باره، انگلیس و فرانسه و آلمان بقیه اعضای برجام پیشنویس قطعنامه رو علیه جمهوری اسلامی ایران به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کردند که او میتونست بره به شورای امنیت و اوضاع برگرده دوباره مطلقا به اوضاع تنش نظامی. با پذیرش شروع مذاکرات احیای برجام، ایران هم گفت میپذیریم بیایم مذاکره کنیم. بعد پیشنویس قطعنامه رو اون ستا، انگلیس و فرانسه و آلمان، از شورای حکام پس گرفتن. در واقع گفتن ما فعلا مسکوت میذاریم. ولی مراحل رو من سریع بگم. ایران نصب بسیاری از سانتریفیوژهای پیشرفته را تکمیل کرده است، به ویژه در آبشارهای در مقیاس تولید انبوه که در آن هر آبشار معمولاً حدود 164 سانتریفیوژ دارد، اگرچه گاهی اوقات تا حدود کمتر و در برخی مواقع تا 174 سانتریفیوژ. بر اساس گزارش سپتامبر شهریور پارسال، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تابستان 1400 گزارش داده است که جمهوری اسلامی در مجموع حدود 1800 سانتریفیوژ پیشرفته در نتنز و فوردو نصب کرده است. همه اینها برخلاف برجام، بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. تجربیات به دست آمده و پیشرفت در عملیات و تولید سانتریفیوژ بازگشت به برجام را پیچیده می‌کند. این نکته است که میگم نمیشه برگشت، زیرا این تجربیات و پیشرفت‌ها قابل نابودی یا حذف نیستند. این دستاوردها در طول چندین سال به دست آمدند و با بازگشت ساده به برجام قابل حل نخواهند بود. دستاوردهای اخیر هسته‌ای ایران پاسخی فراتر از تلاش برای بازسازی گذشته ای را می طلبد که دیگر مشکلات ناشی از برنامه هسته‌ای رژیم ایران امروز را حل نمی کند. خب، در 25 مرداد 1400 آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد که جمهوری اسلامی 200 گرم فلز اورانیوم تا 20% غنی شده تولید کرد. تولید فلز اورانیوم به دلیل فقدان کاربرد غیر نظامی و کاربرد تسلیحات هسته‌ای قوی، خب خیلی قابل توجه آژانس و هر کشور یا نیرویی که دنبال سلاح هسته‌ای باشه،
27 اسفند 1400 رویترز گزارش داد که ایران بخشی از اورانیوم غنی شده خود با غنای بالا و نزدیک به درجه تسلیحاتی را تغییر فرم داده است. خبرگزاری رویترز 17 مارس خبر داد که یعنی اواخر اسفند گذشته، نسخه از گزارش محرمانه آژانس را دیده است که ایران با سرپیچی از تعهدات خود 1200 گرم اورانیوم 60% غنی شده خود را تغییر شکل داده و به 1700 گرم اورانیوم متناسب برای ساخت سلاح هسته‌ای تبدیل کرده است. اینا را آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میدونه و ایناست که اگر جمهوری اسلامی پا پیش نذاره، مجموعه این گزارش ها میتونه در ظرف مدت بسیار کوتاه یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل رو شامل جمهوری اسلامی رو مشمول بند 7 بکنه که حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران برای توقف برنامه هسته ایشو توجیه میکنه، یک مجوز میده در واقع. با توجه به اینکه این اورانیوم تغییر شکل داده شده در سطح مناسب با تولید سلاح بسیار مهمه، این تیکه اینا قابلیت رقیق شدن برای انتقال دارد. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده است که ایران این بخش از اورانیوم غنی سازی شده خود را رقیق کرده و از کشور خارج کرده است و مهمتر این که غیرقانونی خارج کرده از زیر نظر آژانس، و مهمتر این که اورانیومی که در سطح بالای 60% به منظور کاربری نظامی تغییر شکل می‌یابد به سختی برگشت پذیر است. یعنی دیگه اونا رو نمی‌دونم اگه بشه بعد از بینش برد، من نمی‌دونم از نظر فنی چگونه، چون این چیزی ممکنه. یعنی دیگه نمیشه اونا رو شما بیان مثلا برگردونین به اورانیوم 3.5% غنی شده. یه نکته بسیار مهمی رو در پیوند با همین انتقال به خارج و اینها، دیوید آلبرایت رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین الملل و مشاور سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی در دی ماه 1400 به صدای آمریکا نکته مهمی رو گفت، با هم بشنویم. حال سوال این است که آیا اصولاً ایران مواد اولیه لازم برای تولید یک کلاهک هسته‌ای را دارد یا خیر؟ آلبرایت با قاطعیت پاسخ مثبت می‌دهد و اشاره دارد به گزارشی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال 2010 در مورد ساخت یک دستگاه انفجاری اتمی زیر استاندارد یا مینیاتوری توسط ایران. آژانس گزارش داد که اگر ایران بخواهد میتواند ظرف مدت کوتاهی یک دستگاه منفجره هسته‌ای بسازد و با کامیون یا کشتی به مکان دیگری ارسال کند، همانطور که میتواند نسبتاً زود هم یک آزمایش هسته‌ای زیرزمینی انجام دهد. به نظر او این مسئله مهمتر و مایه نگرانی بیشتر است تا نگرانی اسرائیل که نگران تولید کلاهکی استاندارد و سوار کردن آن بر موشک بالستیک است، زیرا به عقیده آلبرایت این بخش از کار زمان بیشتری برای ایران خواهد برد. گیتا آریان، صدای آمریکا. دستگاه انفجاری هسته‌ای که ازش صحبت میشه یعنی بمب اتمی در مقیاس کوچک. نه تنها جمهوری اسلامی توان تولید کلاهک اتمی رو همین الان داره، ولی صحبت میشود که امکانات استفاده از اون طول میکشه تا بتونه اینها رو سوار کنه روی موشک‌های بالستیک و آزمایش کردن اینها پیش از سوار کردن، و بعد به هر حال این میگن حتی تا 3 یا 4 سال هم ممکنه طول بکشه. ولی این بمب‌های کوچک هسته‌ای، دستگاه‌های انفجاری هسته‌ای، باید نگران اینها در جمهوری اسلامی بود. فعلا بنا به تازه‌ترین تحقیق دیوید آلبرایت رئیس نهاد دفاع از امنیت بین الملل، علوم و امنیت بین الملل، این دستگاه ها رو به جاهای دیگه هم میتونه جمهوری اسلامی بنابراین به راحتی بفرسه. و تازه ترین گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین الملل که به قلم دیوید آلبرایت و سارا برکارت نوشته شده است میگوید از اواسط فروردین تا اواسط اردیبهشت 1401، یعنی همین در واقع یک ماه پیشی که الان دارم خدمتتون صحبت میکنم، انتظار میرود که ایران به آستانه خطرناک و بی‌ثبات کننده جدیدی
رسیده باشد که اورانیوم با غنای بالای کافی برای ساخت یک ماده منفجره هسته‌ای داشته باشد، چون حدود 40 تا 42 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده دارد. اورانیوم 60% غنی شده برای ایجاد یک ماده منفجره هسته‌ای نسبتاً فشرده کافی است. نیازی به غنی‌سازی بیشتر تا 80 یا 90% نیست. بر طبق این گزارش، جمهوری اسلامی وارد مذاکرات وین شد تا وقت یک ساله بخره برای تولید بمب اتمی تاکتیکی. یعنی ادامه مطلب رو میخونم. و قطعاً اگر فشارش به غرب برای جمهوری اسلامی نتیجه مطلوب به بار نیاورد، بی تردید مسیر تولید سلاح هسته‌ای رو به سمت تولید کلاه اتمی برای موشک‌های بالستیک ادامه میده. ایران اورانیوم 60% غنی شده تولید میکند که نزدیکترین سطح غنی سازی آن تاکنون به اورانیوم غنی شده 90% یا اورانیوم با درجه تسلیحاتی هست. یعنی مطلوب ترین سطح غنی سازی برای سلاح‌های هسته‌ای و فاصله کوتاهی از مواد 60%. ایران از زمانی که تولید در این سطح غنی سازی را در اردیبهشت 1400 آغاز کرد تا اواسط مرداد پارسال، یعنی در طی 3 ماه، معادل 10 کیلوگرم توده اورانیوم 60% تولید کرد و از پایان مرداد ماه 1400 این ذخایر را به میزان حدود 2.5 کیلوگرم در ماه افزایش داد. اگر از 2 آبشار سانتریفیوژ استفاده شود، آبشارهای سانتریفیوژی که کنار هم دیگه چیده بودن، این یک ردیف آبشار که میتونه تا 174 سانتریفیوژ هر آبشاری داشته باشه، اگر از 2 آبشار استفاده شود، میتوان این مقدار اورانیوم 60% رو در چند هفته یا حتی چند روز، اگر از سانتریفیوژهای پیشرفته استفاده بشه، تا چند روز حتی میتوان اینو تا 90% غنی سازی کرد. به این ترتیب ایران در حال کوتاه کردن زمانبندی خود است. ببینید، فروردین 1400 یعنی درست زمانی که مذاکره میره میکنه برای احیای برجام، تا اواسط اردیبهشت 1401 به همون مرحله بی‌ثبات کننده در واقع بر طبق گفته دیوید آلبرایت یا مؤسسه علوم امنیت بین الملل رسیده جمهوری اسلامی میرسونه مرداد ماه پارسال وسط مذاکرات با غرب، میرسونه به تولید اورانیوم 60% ماهی بالای 2 کیلوگرم. و که امروز چه حدود 42 کیلوگرم اورانیوم 60% داره که توضیح دادم دیگه. اینا رو همه رو در طی مذاکرات داره انجام میده. ببینین، مسئله برای غرب بیش از اون که اقتصادی باشد امنیتی است. جنگی اگر در بگیره افزون بر رویارویی نظامی آمریکا با جمهوری اسلامی و هزینه‌های سنگین اقتصادی و انسانی دو طرف و بحران جهانی در واقع، تمام مناطقی رو که تسلیحات جمهوری اسلامی به دست گروه‌های مزدور و نیابتیش رسیده درگیر میکنه و منطقه رو در بر میگیره. و این قطعاً چیزی نیست که هیچ انسان عاقلی بخواد. غربم دنبال این نیست، به دلیل تبعاتی که داره. جمهوری اسلامی افزون بر تولید دستگاه قابل حمل مواد انفجاری هسته‌ای، از یه طرف دنبال تولید کلاهک هسته‌ای است و همزمان تولید موشک بالستیک داره ادامه میده و روش می‌نویسه مرگ بر اسرائیل. موشک ایرانی که کمتر از 10 دقیقه اسرائیل را هدف قرار میدهد، موشک عماد سرعتی معادل 4300 متر بر ثانیه دارد و کمتر از 10 دقیقه میتواند سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار دهد. شهاب 3 از موشک‌هایی است که قابلیت حمل موشک‌های کلاهک هسته‌ای رو داره با برد بالای 2000 کیلومتر. من نمیدونم چند سوله پرتاب موشک تو زمین ساخته جمهوری اسلامی، ولی چیزی که روشن است این است که فقط تأسیسات هسته‌ای نیست که مخفی است. من درباره برنامه موشکیش دیگه چیزی نمیگم. میخوام ببینید، خیلی مهمه، چرا، بذارید اشاره بکنم که نیویورک تایمز در می 2018 مطلب مفصلی نوشت با این پرسش که جمهوری اسلامی چقدر زمان لازم داره تا به بمب اتمی برسه. می 2018 یعنی کمتر از 4 سال پیش. جواب: 1 سال و شاید بیشتر، اگر در نظر بگیریم که سوخت هسته‌ای را خودش تولید کند. بذاریم می‌کنه.
ولی اگر سوخت نیروگاه را از کشور دیگری بگیرد، مثل کره شمالی یا پاکستان یا هر کشور دیگر، و مجتمع غنی‌سازی نطنز را با حداکثر ظرفیت به کار بیاندازد که همه تلاشش اینه، سه ماهه میتواند بمب اتمی تولید کند. این همان جدول زمانی است که باعث شد اوباما در سال 92 تا 94 وارد مذاکرات هسته‌ای با ایران شود. یعنی همون زمانی که به گفته روحانی اگر جمهوری اسلامی نمی‌رفت پای مذاکره، حمله نظامی به ایران انجام شده بود. حالا اوضاع چجوریه؟ در داره بر همون پاش نمی‌چرخه. باز به اون نقطه رسیده و گزارشانشون میده بسیار خطرناکتر و حساستر. عبدالرحمن راشد، سردبیر سابق از شرق الاوسط، می نویسد شاید روزی برسد که تهران نسبت به تبدیل شدن به کشوری صلح طلب متقاعد شود، رویکرد توسعه و خدمت به مردمش را در پیش بگیرد و از برنامه های نظامی خود و تهدید منطقه چشم بپوشد و به یک کشور دوست تبدیل شود. اما شوربختانه این احتمال قابل تحقق نیست. تداوم ایران به غنی‌سازی اورانیوم و اصرار بر ادامه عملیات نظامی برون مرزی به رغم فشار تحریم‌ها و زیان‌های ناشی از آن، لاجرم به رویارویی نظامی با جمهوری اسلامی خواهد انجامید. همچنین در پیش گرفتن سیاست نظامیگری ناشی از نگرانی یا رویارویی‌های تحمیلی نبوده، بلکه در راستای برنامه کاملا روشن برای استفاده از زور به منظور تسلط بر کشورها و منطقه خاورمیانه است. در خدمت آقای حسن دایی هستیم، پژوهشگر ارشد روابط بین المللی جمهوری اسلامی ایران. آقای دایی خوش آمدید به امشب صفحه آخر. من دلم میخواست که بتونیم بیشتر صحبت کنیم، منتها مهمترین چیز امشب با شما برام این است که نظرتون رو بفرمایید در پیوند با در واقع شاید نتیجه گیری هایی که من گرفتم در گزارش درست نبوده باشه. میخوام بفرمایید که سیاست دولت آمریکا درباره مذاکرات متوقف شده هسته‌ای چیست؟ سلام خدمتتون. عرض کنم که من همواره وقتی به این مذاکراتی که الان از 2003 تا کنون، یعنی 19 سال ادامه داره، یه چارچوبی برای خودم حفظ میکنم و به این نتیجه رسیدم و باور عمیق دارم که اولا برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی فقط و فقط و فقط برای ساخت بمبه، چون حالا هوشه رای کنار بذاریم، فقط برای ساخت بمبه. یک. دوم، در مذاکرات غیر مذاکرات این رو کنار نخواهد گذاشت، من که در آستانه سقوط باشه یا جنگی بشه کنار نخواهد گذاشت. همینطور که شما اشاره فرمودید، از مذاکرات برای تقلب، برای وقت خریدن، حتی از سازش، همونطور که حسین موسویان تو ویدیوش هست که ما حتی با اروپایی ها توافق کردیم چون به زمان نیاز داشتیم تا مثلا نطنز رو تکمیل بکنیم یا اصفهان رو تکمیل بکنیم. این سه تا رو اگه داشته باشیم میرسیم به قبل. دولت آقای بایدن و حتی دولت قبلی هدفشون این بوده که حالا با استفاده از تحریم، امتیاز دادن و غیره بیان با جمهوری اسلامی سازش بکنن به این ترتیب که برنامه هسته‌ای محدود بشه، دومی که تحت کنترل قرار بگیره، نظارت آژانس باشه، بنابراین به بحران نرسه. ولی از اونجایی که خودشون هم میدونن که تقلب میکنه جمهوری اسلامی، حالا در خلال این سالها چه اسرائیل و چه به کمک آمریکا خرابکاری هایی بوده این که عقب بندازن، یعنی در حقیقت صورت مسئله رو هی عقب انداختن. حالا دولت آقای بایدن هم هدف جدی داشته و داره که برگردن به برجام، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تحت کنترل قرار بگیره، حاضر تحریمان برداشته بشه. خب الان هم که جنگ اوکراین هست که نیاز آمریکا خیلی بیشتر شده، چون میخواد این بحران از روی میز برداشته بشه، به نقاط حساس نرسه و نفت جمهوری اسلامی، نفت ایران از 2.5 میلیون بشکه وارد بازار بشه. درست؟ پس تمایل بیشتری داره. ولی اشکال همینجاست که سوای حالا اشکالات تکنیکی اجرایی، خواسته های حداقلی که جمهوری اسلامی داره رو دولت بایدن یا نمیتونه یا مایل نیست که برداره،
هزینش بالاست، با مسائل آمریکا نمیخونه. یه نمونهش همین مثلا خارج کردن سپاه لیست روسی، یا نمونه دیگرش اینه که مثلا نفت رو اجازه بدن جمهوری اسلامی بفروشه، میخوان اجازه بدن ولی پولش بخواد برگرده، کلی تحریم‌های غیر هسته‌ای وجود داره، تحریم‌های بانکی مالی مربوط به تروریسم، مربوط به نقض حقوق بشر، مربوط به مسائل منطقه و موشکی. خب نمیتونه بایدن برداره، هزینش زیاده. بنابراین اگه در موقعیت بایدن، موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه و تمام فاکتورهایی که توی این سالها اتفاق افتاده ببینیم، به دشواری های بازگشت به برجام میرسیم. سوای اون آقای فلاتی شما اشاره فرمودیم، من عمیقا باور دارم که با توجه به بحران اوکراین که پیش اومده، علی خامنه‌ای شاید تصور میکنه یا این تصورش تقویت شده که میتونه از این بحران استفاده کنه، راحت تر به طرف اون نقطه‌ای برسه که حالا یا بمب رو آزمایش بکنه یا به اون نقطه برسونه، به دنیا بفهمونه، یعنی نیوکلیر ترشل استیت بشه، ایران در آستانه هسته، یعنی قابلیت آزمایش هسته‌ای داشته باشه که به قول خودش بیاد باج بگیره. اعتقاد داره اون چیزی که در برجام الان گیرش میاد اگه برگرده کمتر از اونه که اگه بره به اون نقطه برسه فایده گیرش میاد. اینو میدونه که کف اعتراض رو یه قمار بسیار بسیار خطرناک میکنه و فکر کنه اگه به اون نقطه برسه همه میان صلوات میفرستن، روبوسی میکنن، میگن بیا با هم رفیق شیم. درک نمیکنه موقعیت آمریکا رو، تهدیدهایی که علیه اسرائیل وجود داره و متوجه نیست که به کدوم سمت داره میره. شما اشاره فرمودید احتمال جنگ هست، احتمال برخورد اسرائیل و خیلی مسائل دیگه هست. آقای دایی، یکی از چیزهایی که تازگی من تو گزارش اشاره کردم، وارد گزارش ها به طور جدی شده از طرف مؤسسه های معدود کاملا معتبر مثل همین مؤسسه علوم امنیت بین الملل در آمریکا و که تحقیقاتشون و گزارشاشون خب همیشه مورد استناد تمام مؤسسات بین المللی است و کارشناسای فنی و سیاسی است، اینها گزارش میدن که من اشاره کردم که این مواد انفجاری هسته‌ای و دستگاه‌های انفجاری هسته‌ای کوچک میتونن به راحتی با کشتی یا هواپیما از ایران هر جایی برن. چجوری میبینین این چشم انداز؟ یعنی من هر لحظه تصور میکنم که ممکنه مثلا دست فرض کنید تروریست های یمن مثلا برسه، یا دست نمیدونم، چون جمهوری اسلامی در تولید سانتریفیوژ نمونه سازی هایی کرد، تا همین دو سال پیش هم داشت مثلا سانتریفیوژ های نوع پیشرفته IR6 رو مثلا نمونه سازی میکرد، الان تولید انبوه میکنه 1800 تا داره و تمام سرمایه مالی اقتصادی بانکی ایران رو همه رو در واقع ریخته به تولید موشک و تولید هسته‌ای. خب در این زمینه هم اگر شروع به تولید بکنه باید انتظار تولید انبوه داشت. نمیدونم نظرتون چیه آید؟ ببینید، هم مؤسسه آیسیس آقای آلبراد و هم کارشناسان مهم تأکید دارن این نکته که فهمید درسته. ببینید، برای ساخت بمب سه چیز احتیاجه، یکی سوختشه، سوخت بمب، حالا 60% و 80% یا 90%. خب این مشکل اساسی بوده، حتی برای پاکستان، حتی برای کره شمالی مشکل. اینو حل کرده جمهوری اسلامی دیگه، تمام. یعنی اینقدر الان برای بیش از دو بمب الان صحبت از که مقداری که داره میتونه برای دو بمب استفاده بشه در کمتر از یه ماه، یعنی حتی 3.5% هاشون برسونه سریع به 60% و اونش مسئله ای نداره. ساخت خود همین دستگاه انفجاری هم برآورد اسرائیل و هم مؤسسه آیسیس چند ماهه، مشکل اساسی نداره. به خصوص پروژه آمادی که در سال 2003 و 2004 بوده همه نشون میده که در این زمینه پیشرفتای زیادی کرده و جزو سوالات آژانس. اون چیزی که هست مسئله کلاهک هسته، چون بالاخره بمب رو بعد یه جوری حملش کرد دیگه. اونو می صحبت ها بین یک سال تا دو سال بوده، ولی این صحبت ما رو پارسال بوده، حتما روی اینم کار کردن. بین تمام اینها هست، ولی وقتی جمهوری اسلامی دسترسی یا توانش داشته باشه، خب یه خطرش اینه که استفاده بکنه. خطر جدی، ممکن ما بگیم آقا اینا قمار نمیکنن، ریس نمیکنن، اینا اومدن 40 سالی مملکت ما رو نابود کردن، 500,000 رو در سوریه نابود کردن، کشتن که به گفته خودشون فقط حزب الله رو حفظ بکنن.
خب اسرائیل که نمیتونه بشینه یک کشور کوچیک بگه آقا مثلا من سرنوشت و آینده و امنیت خودم به این بدم که آیا جمهوری اسلامی ریسک میکنه که بمب رو استفاده بکنه یا نمیکنه. خب اونا اصل رو برای این میدارن که استفاده خواهد کرد، بنابراین اقدام خواهند کرد. اونا اشراف اطلاعاتی زیاد داره، این یه خطره. خطر دوم اشاعه تصدیق تصدیق تو خود منطقه است، کشورهای دیگه هم برن دنبالش، این خطر جدیه. سومش هم که میفرمایید با تکنولوژی که پیشرفت میکنه این کنترل خارج بشه برای عملیات دیگه استفاده بکنن، کلا ناامن بشه. ببینید این مسئله یه تهدید، یه واقعی میگم ناشی از تحلیل ذهن ماها نیست. این مسئله جمهوری اسلامی، این ریسک قماری که خامنه ای کرده الان که از اون موقع گرفتن دنبال برنامه هستی و به خصوص از سال 2002 که علنی شده تا کنون، ببینید خودشونو به چه وضعی انداختن. مملکت ورشکسته کامله، البته همش فقط این نیست، ولی چند صد میلیارد هزینه تعمیر کردن، ولکنم نیستن، کوتاه نخواهد آمد، ولی قمارش تو این دو سال آینده است. هر طرف به چرخه، چه برجام بشه چه نشه، دو سال آینده دو سال طوفانی خواهد بود. اینا به اون نقطه ترشورد نزدیک دارن میشن، اسرائیل کوتاه نخواهد اومد. و در این تردید من نتبین احتمالات و سناریوها زیاده، ولی من شخصا تردید ندارم اگر اسرائیل اقدام خواهد کرد، و اگر اسرائیل اقدام بکنه هر رئیس جمهوری در کاخ سفید باشه همراهی خواهد کرد، خودکشی سیاسی خواهد بود برای هر رئیس جمهوری که اسرائیل تنها بذاره، و تنها نخواهند گذاشت. فقط محاسبات سیاسی نیست، یه مسئله امنیتی بسیار جدیه به اعتقاد من. بسیار سپاسگزارم آقای حسن دایی که امشب در خدمت بودیم در صفحه آخر. خب ببینین، من یه نکته رو اضافه کنم به فرمایشات آقای دایی عزیز، و اونم این است که در این چند ثانیه‌ای که فرصت داریم، ببینین اسرائیل چند میلیون جمعیت داره، اکثرشون یهودیان، چند ده میلیون، چند صد میلیون در کشورهای عربی هستن که با اسرائیل روابط دارن، و نمیتونین شما اسرائیل رو بردارین به قول احمد نژاد ببرین اروپا. مرزها رو، اگر مرزهای سیاسی رو میتونستین به هم بزنین، برین 17 شهر قفقاز رو پس بگیرین. بریم پرده آخر. به خدا میفرماد ابراهیم علیه السلام که منو در کبر اولاد دادیم. بله، و بله، در کبر اسماعیل و عیسی. 99 سالش بود اسماعیل خدا بهش داد، و 112 سالش بود اسحاق بهش داد. حالا اونجوری شده دیر. مشغول بودم من به خدا، خیلی کار داشتن، خیلی خیلی. ابراهیم بعد از پیغمبر اسلام عظیمترین مقام رو داره تو انبیا. تو بهشت که میرید، کاخیست تو بهشت، بهترین عالی ترین، از اینجا بهتر نیست. اسم کاخم وسیله است، وسیله کاخ پیغمبر اکرم، کاخ سفیدم هستش. حالا چه خبر داره؟ قرینه این کاخ اون طرف که زرد رنگ هم بسونم خیلی زیباست، کاخ ابراهیم. خیلی هی شب و روزگار خوش.